دوستان سلام، امروز سوم فروردین مصادف با 23 مارس 2023 سفره هفت‌سین ماست و عیدتون مبارک. امروز توی این ویدیو میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که شاید زیاد راجع بهش به شکل باز صحبت نشده باشه، بخشی از فرهنگ ما که بهش نمیتونیم افتخار بکنیم. بارها میشنویم وقتی که قراره بیاین بیرون از ایران، شما هم اینو میشنوین که سراغ ایرانیا نریم، با ایرانیا دوست نشین، کارتون به ایرانیا نیفته، از این دست صحبت ها. ما میخوایم تجربه خودمون رو براتون تعریف کنیم و بهتون بگیم که خب چرا ما خودمون نتونستیم رابطه‌مون رو توی جامعه ایرانی بیشتر و بزرگتر بکنیم. اولین قضیه و مشکلی که هر کسی برمیخوره میاد تو دانمارک مسئله خون است. برای ما حالا دو تا تجربه در این مورد بعدم کار میگیم. اوایلی که ما اومده بودیم دانمارک، خب هیچی رو نمیدونستیم. توی یه سایتی هست که نیازمندی دانمارک خیلی خوبه، میتونن خیلی چیزا میذارن و میشه آدم آگهیشو شیر کنه، پولی هم نمیگیرن، خیلی برای کمک به هموطنان خیلی خوبه. اونجا یه آگهی دیدیم که یه آقایی خونهشو اجاره میده، تماس گرفتیم، ایشون هم تماس گرفتن، رفتیم منزلشون رو دیدیم و اجاره رو اینجوری میخواستن با ما ببندن که یه اتاق بدن به ایشون، یه اتاق ببنده بدن، بقیه پولش هم من سیاه بریزم تو حسابشون ایران. خب برای ریختنش هیچ مشکلی نبود، من حساب داشتم تو ایران، میتونستم این کار رو انجام بدم، ولی یه سری مسائل پیش میاد. ما توی ویزامون اجازه اینو داشتیم که اگه پول زیاد بابت اجاره خونه میدیم، خب درخواست کنیم که بهمون برگردونه، کمک کنه دولت. اینو نمیتونین این کارو بکنین وقتی که سیاه پرداخت میکنین. خب ما اینو اون موقع هم نمیدونستیم، بعد که مشورت کردیم با دوستامون فهمیدیم که اینم هست. بعد خب خونه اصلا کلن یه دونه سرویس همون دستشویی داشت، یه طبقه بالا، بعد از وسط حال پله میخورد میرفت پایین. بعد این کجاش اصلا خونه ما میشد؟ آقاهه چون گفتش که پایینو هم نمیده به ما. نه دیگه، پایینو خودش نگه میداره که هر وقت از ایران میاد جا داشته باشه. ما هم اونو نمیدونستیم اون موقع، اینا رو نمیدونستیم که آقا احتیاج به آدرس داشت، باید نشون میداد که آدرس ثابت توی دانمارک داره، چون اینجا بهش میگن بازنشستگی زود هنگام گرفته بود که اگه نشون نمیداد که تو دانمارک یه سری از حقوقشو از دست میداد، یه سری از حقوقشو از دست میداد. دقیقاً. بعدم نباید نشون میداد درآمد داره، برای همین نمیخواست اینجوری با ما درآمد به چیز قرارداد ببنده که مثلا سفید همه رو پول بگیره. این کرایه زیادی که میخواست از ما بگیره رو ما داریم یه جا بهش میدیم. میخواست یه اجاره با شیوا ببنده، یه اجاره با من ببنده، بقیهش هم که سیاه کلن اصلا هیچکس نمیفهمید تو اینجا که من دارم بهش پول میدم. یه مورد دیگه هم بود که یه خانومی بود تماس گرفت، گفتش که من یه خونه دارم بهتون اجاره میدم، دیدم من خیلی قیمتش خوبه و اینا، خیلی خوشحال شدم، واقعا خیلی خوشحال شدم، چون موقع ما تو مزرعه زندگی میکردیم. بعد گفتش که چیز فقط این که من گربه دارم با یه سمندر، یه اتاق از خونه رو باید برای این حیوانا بذاریم، بعد شما به اینا غذا بدین با آب، بعد منم میرم پیش دختران زندگی میکنم. و من گفتم خب این خونه مال خودتونه؟ گفت نه، من خودم اینو اجاره کردم. خب صابخونه میدونه؟ نه دیگه، ما بین خودمون توافق میکنیم، شما پولو میریزیم به حساب من. بازم سیاه، بازم پیشنهاد عجیب. و اینکه ما کم کم چی بگم، چشمون ترسید، برای همین فاصله گرفتیم از این برنامه که بخوایم با دانمارکی‌ها وارد معامله بشیم. وارد معامله بشیم. ما یکی از دوستان اومده بود میخواد دنبال کار میگشت، ایشون هم مثل ما گرین کارتی اومده بود، و
بعد تازه اومده بود با هم رفته بودیم، اتفاقا عید بود رفته بودیم بازار نوروزی خرید عید کنیم سال اولی که دانمارک بودیم. بعد یه دو تا آقا رو دیدیم، اینایی که مثلا 30 سال 35 سال بود که دانمارکن. بعد بهشون گفتیم، مطرح کردیم، پیشنهادهای خیلی جالبی بهمون دادن. اولیش این بود که یکی دست اون یکی رو گرفت گفت ببین ببرمش اینجا، فکر میکنی خوبه بتونه و اینا. بعد یه کلی با چیز داشت صحبت میکرد، گفت مام خیلی مشتاق، کجا حالا بگو چیه اینا. گفتش آره بیا ببرمت اوبر ثبت نامت کنم. حالا این دوست ما از تقریبا 2 ماه بعد از اینکه اومده بود رفته بود داشت کار میکرد دیگه، بعد آشنایی که ما داشتیم این رفته بود کار میکرد، تازه این آقا میخواست با کلی منت و اینا ببره ایشون رو ثبت نام کنه، یعنی کار اوبر بهشون بده. بعد که گفتیم خب خودش داره اوبر کار میکنه، یه کار دیگه میخواد که درآمدش چیز باشه و بتونه برای ویزاش اقدام بکنه، بعد گفتش خب یه کار دیگه هم میشه کرد، اینکه شما بیا یه مغازه بخر جنسا رو هم بریز توش، بعد یه شرکت من ثبت میکنم، این با این مغازه که تو خریدی و اینا همش به نام من یه شرکت ثبت میکنم، بعد تو هم استخدام میکنم. گفتم دست شما در من کنم. وقتی ما با ویزای گرین کارت اومدیم اینجا نوشته بود که مین اپلیکن اجازه نداره کار خودش رو ایجاد کنه، یعنی باید همیشه کارمند باشه. ولی خب من که میتونستم برای همین لطف کرد گفت به نام خودشون شرکت رو میزنن با پول اون دوست ما، بعد ایشون هم چیز میکنن استخدام میکنن. آره خیلی جالب بود، پیشنهاده اینجوری هم داشتیم، ولی این نیست که همه بد باشن. ما خانواده های خوب هم دیدیم توی دانمارک که هم نه اینکه فقط به ما کمک کرده باشن، میشناسیم به خانواده دیگه ای که اومدن، حالا از مثلا آشناهاشون یا از کسایی که بهشون معرفی کردن اومدن توی دانمارک دارن زندگی میکنن، اون خانواده هایی که قبل اینجا بودن واقعا دارن ساپورتشون میکنن. این نیست که همه بد باشن، ولی به هر حال شانس ما یکم بد بوده. بعدم این که الان ماها باید بدونیم که یک بخش فرهنگی، یک مشکل فرهنگی که آدم به چشم خودش میبینه و آزاردهنده است میتونه برای تغییرش تلاش کنه. این مسئله که ایرانی ها به هم کمک نمی کنن، ایرانی ها سودجوان، وقتی یکی کمک میخواد وقتی میبینن که مثلا حساب بانکی نداره طرف میگه من انقدر پول میگیرم کارتو مثلا برات فیشتو پرداخت میکنم، از این قصه ها میشنویم. اما ما میتونیم خودمون قاطی این بازی ها نشیم و اگر میبینیم کسی قاطی این بازی ها میشه بهش بفهمونیم چرا ما پامونو میکشیم عقب از رابطه برقرار کردن. الان ایرانی های زیادی دارن میان دانمارک داره ویزاهای مختلفی میده و ما خودمون، من و سعید یک سال و نیم پیش که این سفر رو باز کردیم تصمیم گرفتیم به خودمون دوباره فرصت بدیم برای اینکه رابطه برقرار کنیم با ایرانی ها و با از در اینکه تجربیاتمون رو در اختیارشون بذاریم، چه خوب چه بد، و چیزهایی که خودمون ازش چی میگن نیش خوردیم رو بگیم، برای اینکه این اتفاق برای بقیه هموطنامون به اون نحو نیفت. البته این چیزهایی که ما الان میگیم همش نیست، بعضی چیزها رو نمیشه تعریف کرد. حالا ما چند نمونه برداشتیم به شما گفتیم، قطره‌ای از دریا، ولی در کنارش داریم میبینیم که جامعه ایرانی چطور داره واقعا تلاش میکنه که بدرخشه توی دانمارک. و اینو بدونید که ایرانی ها بسیار خوشنام هستن توی دانمارک. امیدواریم که ما از همین فرصتی که انقلاب ژینا مهسا امینی به وجود آورده استفاده بکنیم، برای اینکه واقعا
یاد بگیریم در کنار هم بودن، به هم کمک کردن و اینکه این تفرقه رو بذاریم کنار و واقعا کسی رو که دروغ میگه، کسی رو که من بهش میگم شالاتانه، دورش خط قرمز بکشیم و از اینکه بگیم یکی شالاتانه، یکی سر یکی کلا گذاشته، ما خجالت نکشیم. ما افرادی رو میبینیم که توی دانمارک اومدن قشنگ بازیچه یک سیستم شالاتانی شدن، اینجا پولشون رو گرفتن، بهشون فشار رو بردن، ولی انگار اونا خجالت میکشن که اسم اون آدم رو بیارن، اسم شرکت اون آدم رو بیارن، در صورتی که این افراد باید ایزوله بشن. این افراد باید بترسن از یه جامعه سالم، از یه کامیونیتی سالم ایرانی که این چیزها رو نمیخواد تو خودش راه بده. این چیزی که شیوا میگه، ما خیلی توی این پیج اینستاگرام پیام گرفتیم که یه سری کسایی یه سری کارهایی دارن میکنن که خب ما نمیتونیم راجبش حرفی بزنیم، نمیتونیم راجبش شکایت کنیم، برای اینکه از ما کلاهبرداری نکردن یا ما پول اونجوری بهشون ندادیم، ولی خب کسایی که اصلا شاید بتونن ایفکری بکنن. اینو بدونیم، ما هممون تجربه کردیم، حداقل یه پیشینه ای که 44 ساله توی ایران تجربه ماست که ما هر چی سرمون رو بیاریم پایین تر، اون ظلم فشارش رو رو ما بیشتر میکنه. برای همین ما باید خودمون جلوی این بازی های کثیف وایسیم، به امید اینکه واقعا پشت هم باشیم، به هم کمک کنیم و اینکه اینو بدونیم. حداقل من و سعید راجع به دانمارک اینو به شما بگیم که تمام چیزهایی که به شما یکی میاد میگه یه رفرنس داره و این رفرنس قانونیه، روی یه سایتی نوشته شده و تمام ادارات و مراکز دولتی دانمارک جوابگو هستن با ایمیل، جوابگو هستن با تلفن. یعنی هر کسی به شما هر چی که میگه شما میتونید اینجا بپرسید، حتی شرایط گرفتن خونه، حتی شرایط استفاده کردن از یه سری مزایا یا نکردنش. به امید اینکه ما شاهد این باشیم، ما خودمونم دوست داریم، ما با کسایی که ارتباط برقرار کردیم خیلی دوستان خوبی بودن، از طریق این پیج هم خیلی آشنا پیدا کردیم که خیلی بابتش خوشحالیم و امیدواریم که کمک حال هم باشیم، دست همو بگیریم. حالا شیوا میگفت اینا نگیم که ترکا، عربا، نمیدونم اینا و اونا هوای همدیگر دارن، ولی توی ایران فرق نمیکنه جنوبی باشی، شمالی باشی، غربی باشی، شرقی باشی، هممون ایرانیم. هر جا یکی رو دیدین سعی کنین صحبت کنین، فرار کردن واقعا خوب نیست. ممکنه اون سلام شما، ممکنه اون احوال پرسی شما اون روز اون آدم رو بسازه. من خودم خیلی پیش اومده که کل روز با صحبت کردن سر کار و اینا با یک جمله از یکی که مثلا ایرانی بوده و زنگ زدم بهش صحبت کردیم، کل روزم رو بهتر کرده. این ممکنه، حالا این کوچکترین چیزیشه که ممکنه اتفاق بیفته. به هر حال سلامت باشین، شاد باشین و حرف آخر نوروز پیروز. درود. سوم عید این سفره هفت سینماست، مثلا عیدتون مبارک. قد کن. تو گفتی قدش کن، گفتی من اینو بگم. خب آره، تو دو میلادی میگم از اونجا زدون نمیم، تو خودت من گفتی بگو نه میلادی شو. سه دو یه. دوستان سلام، امروز سوم فروردین مساویه با 203. ما امروز این و عیدتون مبارک. این چوبه چیه؟ بابا خب نش اشاره میکنه.